دوستان در مورد لهجه پرسیده بودین تو آمریکا، یه ویدیو کوتاه پیدا کردم تو یوتیوب، از روی همون توضیح میدم یه کوچولو. اینجا نشون میده مردمی که در سال بین سالهای 1600 تا 1650 از کشورهای انگلیس و اسکاتلند و از اون طرف اومدن به این قسمتهای آمریکا رسیدن و لهجه خودشون رو دارن. بین همون سالها یک سری دیگه از مردم از هلند، بعد مردم بیشتری از کشورهای آلمان و ایرلند و ایتالیا و بقیه جای اروپا اومدن به سمت نیویورک و اون قسمت های شمال نیویورک و انگلیسی حرف زدن مخلوطی از این کشورها الان توی این مناطق خیلی غلیظ شده. بعد در سالهای حدود 1750 مردمانی از سوئیس، سوئد و آلمان و انگلیس دوباره اومدن و در اطراف نیوجرسی و پنسیلوانیا و دلاور ساکن شدن. بعد بین سالهای 1600 تا 1800 اون آفریقایی آمریکایی هایی که اومدن، یعنی اون آفریقایی هایی که اومدن، اون هم لهجه های خودشون رو آوردن. بعد یواش یواش تو سالهای 1800-1850 اون مردمی که اومده بودن شرق آمریکا اول، یواش یواش اومدن تو وسط های آمریکا و مخلوطی از لهجه ها رو هم آوردن با خودشون تو ایالت های وسطی. بعد از سالهای 1850 مردمانی از مکزیک و ژاپن و چین اومدن سمت کالیفرنیا و تگزاس و این سمت ها و لهجه خودشون رو آوردن. همونطور که میدونین ژاپن و چین از سمت به غرب آمریکا نزدیکترن وقتی از اونور سفر میکنن، پس براشون راحت تر بوده که بیان سمت کالیفرنیا. پس همونطور که میبینین آمریکا مخلوطی از لهجه هاست که از کشورهای مختلف مردم اومدن و به خودشون آوردن و مخلوط شدن، به مرور زمان ازدواج کردن با هم، لهجه ها مخلوط شده و تو این 100 سال اخیرم با تلویزیون و اینجور چیزهایی که خیلی بیشتر شبیه هم شده. نتیجه گیری عموماً مردم اینجا به لهجه هم احترام میذارن. شما میتونین اگه شما درست صحبت کنین، اگه شما کارتون رو درست انجام بدین، اگه تو کارتون موفق باشین، لهجه شما مسئله بزرگی. و معمولاً کسی که بعد از 10 سالگی اومده آمریکا همون لهجه که از بچگی یاد گرفته، لهجه خانواده‌اش رو داره. چینی لهجه چینی داره، هندی لهجه هندی داره، ایرانی هم لهجه ایرانی داره. من اینجا ایرانیایی دیدم که 50 سال اینجان ولی وقتی انگلیسی صحبت میکنن از همون جمله اولشون متوجه میشم که ایرانی هستن. آمریکا کشور مهاجرپذیریه، مردم یاد گرفتن که به هم احترام بذارن. مردم یاد گرفتن که از فرهنگ هم لذت ببرن. آمریکا کشوریه که تمام دنیا توش هست. شما همه نوع غذایی میتونین اینجا پیدا کنین، همه نوع فرهنگی میتونین اینجا پیدا کنین و ازش لذت ببرین. میتونین دوست چینی داشته باشین، میتونین هم کلاس هندی داشته باشین، میتونین هم کلاس نمیدونم اروپایی داشته باشین، از همه جای دنیا و ازش لذت ببرین، یاد بگیرین. به خاطر همین لهجه اینجا چیز مهمی نیست. شما انگلیسی رو خوب یاد بگیرین، تخصصتون رو خوب یاد بگیرین، کارتون رو درست انجام بدین. همین. امیدوارم توضیحاتم تا حدودی جوابگوی سوالتون باشه. اگه سوالی داشتین لطفاً تو اینستاگرام تو یا یوتیوب کامنت بذارین، سعی میکنم بهتر جواب بدم. حواظ به خودتون باشین.